سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. خب ما بحث والیوم ها رو تموم کردیم، بریم سراغ مبحث بعدی داکر و میخوام راجع به بحث نتورکینگ صحبت کنیم روی داکر. اما اول بگم منظورم از نتورکینگ چیه و بعد بریم سراغ اینکه در حقیقت چجوری پیاده سازی بکنیمش. خب از این اول بحث نتورکینگ رو بیارم براتون توضیح بهتون بدم. خب ببین بچه‌ها، مبحثی که میخوام راجع به صحبت کنیم به این صورتی که فرض کنیم شما یه اپلیکیشنی دارید داخل حالا کانتینرتون. خب بعد این اپلیکیشن شماست، حالا مثلا اینجا نرسم. خب این اپلیکیشن شما بچه ها به سه شکل میتونه با دنیای بیرون ارتباط داشته باشه. یه حالتش چیه؟ یه حالتش اینه که فرض کنید شما یه API بیرون دارید، خب میتونید به این API ریکوست بزنید. خب یه API، حالا هر چیزی که الان ما اینجا میریم نمونه API که داریم استفاده میکنیم بهتون نشون میدم. خب این یه حالته. یه حالت اینه که بچه اصلا با خود ماشینتون خودتون ارتباط بگیره، یعنی با در حقیقت هاست ماشینتون ارتباط بگیره. همین ماشینی که داری روش کار میکنه ارتباط بگیره. یه حالت سومی هم هست، اینی که بخواد اصلا با یه در حقیقت کانتینر دیگه ارتباط بگیره. بچه ها فرض کن شما توی یه کانتینر دیگه یه SQL دیتابیس دارید، قرار با این ارتباط بگیره. پس ما به سه شکل اپلیکیشنمون داخل یه کانتینر میتونه ارتباط بگیرد با در حقیقت دنیای بیرون. خب بریم شروع بکنیم. یه اپلیکیشن باز اگزمپلی بهتون بدم. خب از این لینک میتونید از گیت هاب دریافت بکنید، از این ریپوزیتوری. خب و حالا لینک رو من توی توضیحات ویدیو تو یوتیوب هم حتما میذارم. بریم سراغ این که اپلیکیشن رو با هم ببینیم. توی این اپلیکیشن بچه ها چه اتفاقی میفته؟ ما با یه API داریم ارتباط میگیریم. خب ریکوست گت میفرستیم، یه سری اسم فیلم ها و افراد رو میگیریم، مربوط به فیلم های جنگ ستارگان. خب حالا امیدوارم API کار بکنه، اگه کار نکرد یه API تست دیگه هم هست، میتونیم اون رو استفاده بکنیم. بعد توی این قسمت بالا من دارم با دیتابیس خودم ارتباط میگیرم، یه مونگو دی بی دیتابیسه که حالا اون رو هم میاریم بالا نشونتون میدم. این پایین هستش ارتباطمون ها، که اینم تو کانتینر میاریم بالا. بچا لازم نیست مونگو دی بی نصب بکنید الان رو سیستماتون. خب بریم ایمیجمون رو بسازیم اول. خب بریم ایمیجمون رو بسازیم. داکر بیل دشتی، اسمش رو میذارم فیوریتس. این نقطه هم میذاریم و تمام. خب این رفت که در حقیقت چیکار بکنه؟ ایمیجمون رو بسازه. بعد بریم یه کانتینر میاریم بالا بر مبنای این ایمیج. خب صبر کنیم ایمیجمون ساخته بشه. من ویدیو رو فعلا پاز میکنم تا این کانتینر این ایمیج ساخته بشه. خب این از این ساخته شد، بریم سراغ کانتینرمون. داکر ران دش دش نیم، اسمشو میذارم فیوریت، یه دش دی هم میذارم، دش دش آر ام هم میذارم، روپورت 3000، خودش هم پورت 3000، پول 3000 میارمش بالا. از ایمیج فیوریت، فیوریتش نوت بود اسمش دیگه، درسته بچه ها؟
فیوریت اگر اشتباه ننویسم چون از این کار زیاد میکنم. خب چند نکته بگم، ما والیوم اینجا نیاز نداریم چون قراره که با دیتابیس کار بکنیم، دیتابیس هم بچه توی یه کانتینر دیگه است. خب پس نیاز به والیوم نداریم، باند ماونت هم نمیخوایم، اصلا نیاز به این چیزا نیست و کاملا میخوام ساده بریم جلو. خب این کانتینر بیاد بالا، کانتینر رو اومد بالا، یه چکش هم بکنی نیومد بالا. چرا؟ بذار ببینم چه خطایی گرفته. اسم کانتینرمون چی گذاشتم؟ فیوریتس. No such container favorites. یعنی چی اشتباه نوشتم؟ داکر ران داش داش نیم favorites. از اسمش عوض کنم ببینم. داش دی داش داش آر ام داش پی پورت 3000. این هم که اسمش رو کپی کردم اصلا. یه بار دیگه بازم نصب. خب یه لحظه اجازه بدید ببینم ایمیج من ساخته شده. بله ایمیج من ساخته شده بدون مشکل. کانتینرم بالا نمیاد. من یه لحظه رو ببندم دوباره بازش کنم. خب اینجا باشد. کدام همه چک کنم شاید جایی داکر فایل هم مشکل داره. نه همه چی اوکیه. پکیج در جایشون امپیمستار کپی نو اپلوچز همه چی اوکیه. خب یه بار دیگه رضیت میکنه. خب ایمیج هم یه بار دیگه ببینم. خب برای اینکه بدونیم چه خطایی داره میده من این فلگ دشتی رو برمیدارم. خب آها مشکل میده کجاست بچه ها؟ مشکل اینجاست که من این دیتابیس مونگودیبی رو درست نکردم. خب این بدبخت نمیتونه به این کانکت بشه برای همین داره خطا میده. خب اشکال نداره میام یه کار میکنیم، اینو من از اینجا میارم بیرون میذارمش اینجا، اینو فعلا کامنت میکنم، فعلا کاری باید نداریم. ببینیم به API مون میتونیم ارتباط بگیریم، یعنی اصلا این قسمت رو میتونیم انجام بدیم یا نه. خب خب چون کدمون عوض شده ایمیج رو باید دوباره بسازم. بذارید من ایمیج همون دوباره بسازم. خب همون اسم میذارم دوباره، حتی بذارید اسمش رو درست کنم. یه اینجا کم داره. بذار اون یکی ایمیج رو پاک کنم که دیگه نماند. از اینجا پاکش میکنم، فعلا کامند نمیزنم دیگه. این دوتا رو میگم پاک کن دیلیت. خب این ایمیج مونده درسته. حالا میام اینجا یه بار دیگه میام چی میسازم؟ کانتینر رو میسازم.
یه ای اینجا میذارم، اسمش رو استرام میکنم، پورت 3000، دشتی رو دوره برمیگردونم، بعد بقیهش اوکیه. کانتینر هم ساخته شد. داکر پی اس. خب کانتینر اومد بالا، درسته؟ خب تو داخل این کانتینر بچا دقت بکنید، من دو تا اند پوینت گذاشتم، اسلش پیپل اسلش موویز، درسته؟ یه اسلش این دوتا باید کار بکنه. الان این قسمت کدم کار نمیکنه چون طبیعتا دیتابیسی ندارم الان، ولی این باید کار بکنه. ببین داخل پستمن من به این دوتا آدرس ریکوست بزنم، میشه اسلش لوکال هاست اسلش پیپل و اسلش موویز. خب بریم ریکوست بزنیم ببینیم کار میکنه یا نه. ریکوست از نوع گت میخوام بزنم، میگم که روی لوکال هاست دو نقطه پورت 3000 لوکال هاست اسلش مثلا پیپل، ببینیم با ای پی آی اون ارتباط میتونیم بگیریم یا نه. خب سامتون بران، پس ای پی آی من کار نمی کنه، یعنی این ای پی آی من کار نکرد و این خطا رو داد. خب بذار من ای پی آی رو عوض کنم، چون ای پی آی احتمال میدم کار نکنه. بیام داخل جیسون پلیس هولدر از ای پی آی استفاده میکنم، اینو کپی میکنم آدرسشو میذارم جای اینا، فقط به جای فیلمز میزنم اسلش فوتوز. خب بذار اصلا اینو کپی کنم از اینجا، یه سری فوتو فیک به ما میده. اینا هم میکنم فوتوز. برای پیپل هم یه سری اسلش یوزرز داره، از این استفاده میکنم. پس این قسمت کد رو بچه اصلاح کنید داخل کد خودتون. حالا من تو گیت هاب هم اگه بشین اصلاح میکنم حتما. خب این هم هست. بعد حالا بریم یه بار دیگه من کانتینرم بسازم. خب بذار اینو قبلی رو پاک کنم. داکر استاپ خب داکر آر ام، آه دشتش آر ام داشت، استاپ میکردم خودش پاک میشد. اوکی میام اینجا یه بار دیگه اینو میسازم. اوکی حالا بیام داخل پستمن، پیپل رو میکنم یوزرز، ببینم کار میکنه یا نه. سند رو میسازم، بله. خب اینم چی میگه؟ cannot get access to slash users. چرا؟ مشکل نداره. یوزرز یوزرز فوتوز هم همینو میگه. اجازه بدید لوکال هاست پورت 3000 بذارم کانتینر هم اوکی بالاست، پورت 3000 هم بالاست، ولی ریکوست هم کار نمیکنه. یه موزه خیلی کوچولوی بچه ها، من ایمیج هم باید دوباره بسازم، اصلا حواسم نیستش که کدام رو دارم تغییر میدم. داکر اول بذارید ایمیجم و فیوریت اینو استابش کنم. خب داکر پی
yes. favorites این استاپ بشه. بعد ایمیجش هم پاک کنم دوباره بسازم. اصلا نمیخواد پاک کنم، رو همون میسازیم. بیلد اوکی. خب کدام عوض شده بود، اصلا حواسم نبود. یه هم بذارید اینجا بذارم که غلط املایی درست شه. بسیار عالی. خب کانتنر من دوباره اومد بالا. بسیار عالی. بمیبر حالا یه سنده فرستم. این دفعه درست شد. خب مشکل حل شد. الان تونستیم از طریق کانتنر با یه ای پی آی که بیرون از اینجاست ارتباط بگیریم. بسیار عالی. خیلی خوب دوستان، بریم بیام جلسه بعدی بریم سراغ نوع دیگه از ارتباط. الان میتونستیم با ای پی آی ارتباط بگیریم. عذر میخوایم ویدیو طول کشید، یک دو سوتی من داده بودم. جلسه بعدی میایم بحث رو ادامه میدیم. فعلا خدافظ.